با سلام احترام خدمت هموطنان هم در جای جای ایران و دنیا. اول این کلیپ رو هم گوش کنیم. همه دنیا دشمنان ما یک جور، دوستان ما یک جور میگن ایران جمهوری اسلامی کشور قدرتمندی است. این آقا در داخل میره فلانجا سخنرانی میکنه، میگه آقا ما کسی نیستیم، ما چیزی نیستیم، ما منزوی هستیم. خود کمتر بین، حالا خودشو کم ببینه، ملت رو چرا کم ببینه، کشور چرا کم ببینه، نظام جمهوری اسلامی رو. این خود کم بینی خیلی چیز خطرناکی است. احساس حقارت. همه این دنیا میگن کشور عزیزی است، کشور مقتدری است، گله دارن، ناراحتن که نفوذ پیدا کرده، همه جا رو گرفته. چه کرده این آقا اینجا میاد داخل، یا تو روزنامه یا توی بله دروغ دیگه شاه خودم که نداره که. همین دنیا اینجوری میگن، چشاش کوره، گوشاش هم کره و خریت هم که مرام مسلکشه. خب یکی دیگه از گوش کنیم. حتی بذاریم باشه باشه برای بحث. همیشه دو تا از این برای بچه بچی زنی دارم من دوباره که فلان دیم. خلاصه حرف سطحی قاز میدونی چرا؟ چون نمیتونم یک جنبندی برسن. گفتم شما واسه کی کار میکنید؟ یا واسه خدا یا واسه شیطان؟ گفتم به هزار یک دلیل خامنه‌ای خود شیطانه، رهروی شیطانه. چطور زمان احمد جاد قهر کرد عباس قفاری با پسر محفوظی، آیت الله محفوظی آمدن با هم هماهنگ رئیس دفتر آقای بهجت، که آقای که امام زمان گفته اگر احمد جاد برود تو هم میروی. چی شد؟ همش بازی. اما جواب منو بدید، شماها یا طرفدار خدا هستید یا طرفدار شیطان؟ تو قرآن، با زمان قرآن باید صحبت میکنم، فکر نکنید. تو قرآن یه سوره هست چند تا قسم خورده، میگه و تین و زیتون و طور و سینین و حاضر برد امین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. من چهار تا قسم میخوره که من انسان در احسن تقویم خلقش کردم. در اینجا سم مرد را اصلا سافری، او خودش خودش به اصلا سافری بره، خامنه‌ای خودش خودش به اصلا سافری برده، وگرنه این همه جنایت میکنه، این همه زندان میکنه، این همه شکنجه میکنه، میاد تازه میگه کم هست بزنید. آیا این راه خداست؟ راه خداست من جواب بدید. قطعا راه شیطانه و شما شیطانی هستید، به شک نیست در این قصه شما شیطانی هستید. اگر مسلمان هستید واقعا کسی از حق خودش دفاع میکنه، از میگه پول من چرا این ور میدید، چرا پول کشور رو اونجا میدید، چرا سوریه و فلانجا رو آباد میکنید، عراق آباد میکنید، ما گرسنه هستیم، آیا حرف بدی میزنه؟ آیا حق این زدن باتون هست و زدن ساچمه هست، تیر هست، کشتنش هست؟ اگه مسلمون هستی میگه فمن یمن مثال زر رتن یاره و شر رتن یاره. برو بخون، حرف مفت نزنید. شماها حرف مفت میزنید و نمیدونید چی میخواید. چون نمیدونید چی میخواید محکوم به نابودی هستید، محکوم به همین تزلزلی که هستید هستید. خامنه‌ای کلاش کنده است، خودش کلاش خودش کنده و شماها هم متاسفانه با اون هموطن دوماروی یک شیطان هستید، دوماروی هرومزاده هستید، هرون بوم هستید داخل. اما بیشتر کلی به خاطر چیزی گذاشتم، به خاطر اون مزرعه گذاشتم که اون ور آب این ور آب، اون شبکه این شبکه، علیه کشور و ملت کار میکنن. بعضی هاشون هم فکر اون پشت کار میکنن، مثلا کسی ما نمیبینه. نه خیر، خر خودتونید. هر کسی ملت ایران رو بترسونه دشمن ملت ایران، مزدوره، جیره بگیره. یه خانم شب اینم تراره میخونه با حجاب فلان، کشور وطن پاره پاره، تو گل خوردی با جدابت پاره پاره، مادر تو بوده خودت. این کار بچه اطلاعات میان کارا میکنن که مردم آخ 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 وطن پاره پاره، کجا وطن پاره پاره است؟
تو یک وجب از خاکیت ها پایتر نمیبینی، گوه اضافه میخوری. حالا یه دوست ها پخش میکنن آقا گوش رو آهنگ رو چجوری گوش کنن، یا مسئله مذهبی رو پخش میکنن. آقای عزیز قرار شد حکومت سکولار باشه، دین از سیاست جدا باشه، چرا شامل آش به همش میزنی؟ مطلب رو نمیخونن. خیلی جالب که مطلب رو نمیخونن. یه آقای اومد راجع به بخت صحبت میکنه، آخه مرد که خر توی هیرویر نه بخت که چی به تاریخ بگید نداریم شما تو هم گوه خورد. اما بچه رادیو بی بی سی، رادیو ایکس، تلویزیون فلان، شبکه فلان، رادیو فردا، این همه تون بدونید شما هم جزو قانون هستید. در کیف قبلی گفتم شما هم انرژی منفیتون، انرژی کثیفتون، انرژی پلیدتون، انرژی جیرخواریتون، انرژی مزدوریتون در بدنتون هست. مردم شما بینه حالشون به هم میخوره. آیا من میشنسه پاسپورت عوض اصلا باید کار دیگه بکن. شماها بازنده هستید، خودتون و کسایی که از این نون بهشون نخوردن، اون کسافت، اون چرک، اون خون مردم ملت ایران زدن خوردن هست. فکر نکنید مثلا شما رو داره تلویزیون نیستید، نه خیر، تمام عواملی که از این نون تغذیه کرد، از این پول تغذیه کردن، بدنش بوی چرک و کسافت نجاست میده، انرژیشون منفیه، این ساختین حالشون به هم میخوردشون. از واضح تر بهتون بگم، فکر کنید خلاص در پیکاش تموم شد، نه خیلی در نیست. تک تک شما ها تو جامعه برگرد، یواشکی بیاد، دوشکی، هر جوری بیاد فرق نمی کنه. شما ها محکوم به نابودی هستید با بدترین شرایط، با بدترین شرایط. چون نونی که خوردید توش کنید در بچهتون کردید. شما برید مسئولی مملکت بگردید، همه اینا که از کرباسی بیدارد همون به مسرزه و افسالان دیدید، یک دونه از اینها، یک دونه شون ند بیشتر زندگی خوبی دارن، زندگی ساری می دارن. اما دشمن بیشتر مسئولی مملکت هم زربچه خودش هم بیشترشون. الان اون محمد حسین روزنی چرا زندانه؟ به خاطری که با زن سیغه بدترکیب آقای تایب اومده ترکیه. میخوام اینو بهتون بگم که این نونها این تبعات رو داره، چوب داره، چوب 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 چنان درد بیاد و درمونم نداره که مستش پیدا. فکر سرد کرد زیر بحث کردید و هر گوهی خواستید بخورید بخورید، نه خیلی خبر نیست، این خبر ها نیست. برگردین وقت طرف ملت بسیدی و فرق سپاهی و فرق نمی کنند، وقت لباس شخصی فرق نمی کنند. فکر شما جو تافتی دو بافته هستید، نه خیلی آجام. شما بیشتر لطمه میخوره، بیشتر آسیب میبینید. برای خامنه‌ای گفتم به شما دارم این فرق نمیکنه، شما همتون انسان هستید و و و ولی شرف ندارید، دین ایمون ندارید، کسافت خور هستید، کسافت مردم میخورید. وقتی از نمستان میکنید بخواید بچه سال بده بودید، نمیاد، محاله. همیشه درگیر بیمارستان، درگیر این ور، درگیر اون ور شد، سفت. مثلا پولا رو دوزیدین جمع کردیم بردیم. من آقای دو سه روز پیش من زنگ زد از مشهد اومده اینجا، من اسم شنیدم از چاپخونه داره معروف مشهد هست، گوه آقا من کلیپاش رو گوش بگم فلان کنم. من صدا بچه دارم، دو دختر پسر دارم، همه چیشون مهیاست و نیدن چرا با من دفتاری بونم، با من با خودشو نمیسازم، دو خواهر هستیم و بعد با هم نمیسازم، میخوام ببینم اینجا قدم و چشم. ولی خونه من نمیتونه بیره، گفت باش. من امروز باش قرار گذاشتم، امروز جالبی بود، قرار گذاشتم رفتم سر قرار. بعد برگشتم که میامدم صرفه میکردم، تاکسی منو پیاده کرد، بیشتر سرما خوردم. حالا رفتم نشستم، خب خیلی زود زدم به یادم بیاد نم باید، چون من دفتر ایستگاه سرا بود، یه چاپخونش اونجا داشت، گفت یه چاپخونه من یه کتاب فروشی و دفتر کاغذ فروشی سر درستره داشتم فلان. خلاصه گفت بسا این هم. گفتم مشکل چیه؟ با مشکل بچه ها زنن، اینها یا تبعیت نمی کنن. کارگر دارم، چهار تا بچه داره، زن داره، این فرشی داشت میچرخن، احترامش میکنن، عزت میکنن، هر وقت که یه بلند میشن جلو پای پدرشون، ولی من سخت میگم با که هیچی، یک چی بهش میگم پوست خردن سوال میکن. گفتم میگی دختره دارم بیرون؟ یکی گفت آقا مدیمه شما میشنسن من میخوام ببینم چی میگوتم بعدم بهت میگم. رفت دخترش دو رفتن بیرون و
پسرشون هم که دوبار خودش دوبار یه لپنی خودشه و خون تو جیگر من کرده. گفتم به من راستشو بگو، راستشو بگو، پولی که آوردش که منکنه از کجا آورد؟ گفت زحمت کشی فلان پدرم در اومده بچه من تا زمان وضع مالی خوب نشد، خونه نخریدم، ماشین نخریدم، زن نگرفتم، اینا همه چیزی میگفتم به من بگو پول اولی از کجا آوردی؟ گفت خب آورد. گفتم نشد. گفتم غیر از این بود که شما کاغذ میخریدید، کاغذ سهمی میخرید، باز آزاد میفروختید؟ گفت همه میکردم. گفتم کار همه ندارم با تو کار دارم. گفتم درسته یا نه؟ گفت بله. گفتم چند سالی؟ گفت 10 سال سهمی دارم و میخریدم و میفروختم. گفتم به چند برابر قیمت؟ گفت خب بس یه بازار داشت. گفتم پس تو 90% کاغذی که خریدی دادن سهمیه ای که دفتر ارزو چاپونی چاپون چاپونی این پول داده از بازار رو فروختی، پولش خرج زندگی کردی. حق کی بوده؟ گفتم زندگی از این بدتر هم میشه. بی اختیار گریه کرد. گفت چرا کسی رو نگفته؟ گفتم تو نپرسیدی. بچه اونایی که میخوام منافع دارن. به تو چی میخوام بگم؟ این دختره تو بازم شاهکاری بره خودش. تو پول حرام زندگی وارد کردی، پول دزدی. او هم از یک ماه 35 میلیون جمعیت، از 40 میلیون جمعیت دزدیدی. حالا پسر تبعیدی اون نمی کنه و تو فکر کردی که شاهکاری. نه، اون دو کار اون حلال نیست. اون هم کارگر تو که با 4 تا بچهش ذوق من میکنن، کیف میکنن، یه چیزی بهش میدی، سر و تکل میکنن، اونه. نه که تو. اکثر ملت ایران این کار باشیم، این برای سرشون بردن و سهمیه بهشون میدادن، کلش بازار رو میفروختن و بقیشی مقدارش مصرف میکردن. خودشون پشت خریدی هم بودن که زندگی تو رو نجس، کثیف و آلوده بکنند. راهکار من بده. گفتم راهکار ندست عزیز، دادی، خوردن، بردن، فلان کردن، بیسار کردن، حالا چه راهکاری بده دادن؟ چه کار میتونی بکنی؟ میتونی تمام کسی کاغذاشون فروختی رضایت رو جلب کنی؟ گفتم برو با الفن صحبت کن، از این بدتر نشه از زندگیت. بعد تو زندگیت برای اساس تأمین کردی، درست کردی، فلان کردی، بیسار کردی و زندگیتو خراب کردی. آقای بسیجی، آقای سپاهی، آقای شبکه فلان، آقای شبکه فلان، آقای مزدور، آقای خانم فلان، شما همتون همینطور هستید. محاله، 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 محاله که زندگی شما دود روار بخواد بچرخه. نمیشه. محاله. گندم ز گندم روی جو ز جو. تو محال جو بکاری گندم برداشت کن. نمیشه. تو شکم اینا چی کردی؟ همون میاد بیرون. گل بوی گل میده، فلان بوی فلان میده. زندگی تو خراب کرد. اون هم خب میدونستی که این دزدیه، علنا دزدیه. نمیدونستی؟ و شما افرادی که اون بر مرز هستید، این بر مرز هر جا هستید که باز هم هنوز حیا نمی کنید، شرم نمی کنید، چون ندارید، شرف ندارید، هر اون لقمه هستید در کسافت، باز هم دروغ به ناف مردم اندید و باز شایعه سازی می کنید و اینها. ملت راش پیدا کرده، خدا ایران کمکش کرده و کمکش هم می کنه. 100 میلیون از شما اشغال هم بیاد بعد یه پرکانت صد راه بشه، بعد یه در بند خدا می ترسید می لحظونید، اونها باز بارت بیشتر می کنه، بار گناهت بیشتر میشه. بار گناه هم نیست، بار همون خود سنگین میکنید. بعد اینکه مقصد براتون بگم آقای حمید فرخ نژاد این تیکر گوش کنید، چون دلم چون من چیزایی برای از دست دادن دارم که شما ندارید. من خانواده دارم، من پسر دارم، دوستش دارم و نمیخوام خم به ابروش بیفته. 1,400,000 تا جمعیت ایران 80 میلیون، 80 میلیونشو من ترجیحم اینه که در واقع برام مهم نیست اگر زمانی خم به ابروی بچه‌م بیاد، می‌دونی؟ و این چی رو برای خودم دارم، مهم نیست اصلا نباید. چون من چیزایی تو که از محنت دیگران بیغمی، کثافت نجاست حروم لقمه، نشاید که نامت نهند آدمی. تو نمیتونی بیای از حق دیگران دفاع کنی، تو شرف نداری. حالا چهار من اینجا شرط مصابت من تو هیچی نداری، تو شریک دوز رفیق قافله هستی، از همه جا میخوری میزنی میزنی، از همه یه همچی هست میزنم. تو پسرت به 80 میلیون ایرانی چکار کردی؟ عوض نکردی.
چون این کسافت هستی. من دوباره کلیپ خیلی گشتم. خب خدمت هستم که یه داستان رو بزن آخرش میکنم و شما ها که الان برای حکومت باز کار میکنید اسمس میدید و مطلب بیزارید کنید، شما از مجاهدین بدترید. مجاهد آدم میفروختند، پول میگرفتند، شما وطن میفروختند پول، شما هم آدم هم وطن میفروشید. با روح و روان مردم بازی میکنید. این روح و روان، روح و روان رو تو به هم میریزه. من وظیفه‌ام گفته است برای یه عده دیگه برای نرم. شما که رفتید غرق هستید تمام بکارتون، مگر موجزه بشه برگه طرف ملت. بله تعلیم نده کمزاد را، کمزاد اگر بالا رود گردن هر استاد را. خیلی بدبختی. بعد حکومت کاری که شروع کرده، قبلا گفته بودم کار میکنه، ترور افرادی هستن که تو خودشون هستن، ترور بیولوژیک، ترور کار کنن که اینها بر علیه اینا شهادت ندهند. مجلس هم بره کلاش باطل بذاره، سرخاسته بیتو بمانند، اسمشون رو به نماند مجلس بردارند. مثلا نماینده آقا، هرچی آقا بفرمایند، دهن تو اجرو باسن آقا برق ندارید، چون مجلس هم پر. این شبکه کوچه هم خلاصه خودتون میدونید اینا روزینامه هستن، فرق نمی کنه براشون. یکی بینی خیلی بزنن که به نر میزنن، مطلب میدن، مطلب میرن، پول پول پول، فکر کنه خوردشون هم میشود، این همه زهر میشه از بلات میزنه بیرون همش، چون شما با خود صادق نیستید. یک مش جنایتکار هستی جمعش اونجا، یکی برای یکی اونهایی میزنید و فکر میکنید که این پول به شما جواب میده، جواب نمیده. خب خدمت شما هستم که مطلب بازم زیاد هست سر فرصت. این آقای پرواز همایی که ما چند انتقاد کردیم این کلیپ گذاشته، گوش کنید. من مانند همه مخالف این سرکوب ها و اعدام ها هستم. امروز مبلغ 700 میلیون تومان پولی که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به حسابم ریخته بود رو پس فرستادم. من مانند همه مخالف این سرکوب ها و اعدام ها هستم. 700 میلیونی که بهش داده بودن چون سایت خامنه‌ای در 700 میلیون گرفتی میگه پس فرستادم. این کار قشنگی، چون میفهمی این پول بلای جون خودش، گروهش، زن و بچهش و آبرو حیثیتش است. ایام بکنم.